حمله مردم بندر ماهشهر به بانک ام الامه و شکستن شیشه های آن، اعتراض مردم سراوان به کمبود نان و درگیری با فرماندار رژیم، پنجمین روز اعتصاب بیش از 1000 تن از کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان، اعتراض رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی ساوه، تجمع اعتراضی کارگران تأسیسات دانشگاه علم و صنعت تهران، حرکت اعتراضی کارگران شرکت نکا سفال در شهرستان نکا، اعتراض کارگران شرکت توسعه آبهای زیرزمینی در مریوان، حرکت اعتراضی مردم دهلوران و دستگیری بیش از 300 تن در شرق تهران به بهانه مبارزه با اراذل و اوباش. جمعی از مردم خشمگین بندر ماهشهر روز دوشنبه 27 آبان ماه در اعتراض به وعده‌های دروغین بانک ام الامه برای پس دادن سپرده‌هایشان با هجوم به بانک شیشه‌های آن را شکستند. این تهاجم هنگامی صورت گرفت که یکی از افراد معترض در حالی که بنزین روی خود ریخته بود با مراجعه به بانک خواهان بازپرداخت سپرده‌هایش شد و تهدید کرد در صورتی که پولش را ندهند خود را به آتش می‌کشد. روز سه‌شنبه 28 آبان جمعی از مردم سراوان در استان سیستان و بلوچستان در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و با فرماندار مزدور درگیر شدند. اعتصاب کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان روز چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه داشت. کارگران معترض که بیش از 1200 تن هستند، خواستار لغو طرح ضد کارگری رژیم برای کوچکسازی کارخانه می باشند. جمعی از کارگران شرکت نکا سفال در شهرستان نکا در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. کارگران تأسیسات دانشگاه علم و صنعت تهران روز سه‌شنبه 28 آبان در اعتراض به اخراج تعدادی از کارگران این مجموعه و شرایط ناعادلانه کاری در مقابل اداره خدمات تجمع کردند. کارگران شرکت پیمانکاری توسعه آبهای زیرزمینی وابسته به اداره آب مریوان روز سه‌شنبه 28 آبان در مقابل دفتر گرداننده این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار پرداخت 6 ماه حقوق عقب افتاده خود شدند. رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی ساوه روز سه‌شنبه 28 آبان در اعتراض به پایین بودن حقوق ماهیانه اعتصاب کردند. شماری از مردم دهلوران روز دوشنبه 27 آبان به خودداری رژیم آخوندی از پرداخت وام و سردواندن مراجعین توسط بانک‌ها اعتراض کردند. رژیم آخوندی در یک عملیات گسترده سرکوبگرانه 300 نفر را به بهانه مبارزه با اراذل و اوباش در شرق تهران دستگیر کرد. خبرگزاری رسمی رژیم اعلام کرد دستگیر شدگان در مقابل کلانتری 146 در وسط میدان در مقابل دید عموم قرار گرفتند. موج جدید دستگیری ها برای ایجاد فضای رعب و وحشت به منظور مقابله با اعتراضات مردمی است.